سلام بچه ها، به وارد آف اکس خوش اومدید. من بعد از دو هفته برگشتم. توی این دو هفته که مسافرت بودم واقعا دلم برای ویدیو ساختن شما دوستای عزیز تنگ شده بود. من سعی کردم توی سفر ویدیو بسازم که نتیجه شد تاریخچه کیتانم. چون میکروفون همراهم نبود واقعا بعد از آب در اومد. اما از امروز دوباره میریم روی روتین و ویدیو درست میکنیم. خب این ویدیو مربوط به کابال میشه. Let's see what you made of. Cabal wins. Flawless victory. Fatality. کابال از جمله شخصیت‌های فرعی بازی محسوب میشه که طرفدارای زیادی داره. با اینکه هیچ وقت روی روند کلی داستان تأثیری نداشته، اما خیلی از اون خوششون میاد. کابال یکی از اعضای وفادار گروه اژدهای سیاه بود که دوستی نزدیکی با کینو داشت. درست مثل بقیه اعضای این گروه، فقط پول برای کابال مهم بود. اما تقدیر این شخصیت جور دیگه ای رقم خورده بود. توی نسخه سوم بازی، شاوکان قوانین مورتال کامبات رو زیر پا میذاره و به ارسرل حمله میکنه. اون شروع میکنه به دزدیدن روح مردم ارسرل، اما کابال از این موضوع مستثنا میشه. این یعنی کابال یکی از جنگجوهای منتخب ریدنه. به خاطر همین نیروهای شاوکان به کابال حمله میکنن، ولی اون موفق میشه فرار کنه، البته به قیمت سلامت جدی. به همین دلیله که کابال صورت زخمی داره و مجبور با یه ماسک نفس بکشه. این موضوع باعث میشه که کابال عوض بشه و حالا تصمیم میگیره که به نیروهای خوبی برای مبارزه با شاوکان بپیونده. همونطور که میدونید در نهایت شاوکان توسط لیوکنگ شکست میخوره و ارسرل نجات پیدا میکنه. بعد از این بازی کابال برای سالها ناپدید میشه و فقط یه حضور خیلی کوچیک توی نسخه ددلی الاینس داره. توی این بازی کابال با موادو روبرو میشه. موادو عضو گروه اژدهای قرمز به شمار میره و برای همین یه دشمنی با گروه اژدهای سیاه داره. توی مبارزه موادا میتونه کابالو شکست بده. اون سلاحای کابالو به عنوان غنیمت برمیداره و میره. مورتال کامبات دسپشن. توی این بازی وقتی کابال داشت نفسهای آخرش رو میکشید، هاویک ظاهر میشه و اونو از مرگ نجات میده. هاویک به کابال میگه که به ارسرل برگرده و دوباره گروه اژدهای سیاهو شکل بده. با اینکه کابال قسم خورده بود به یکی از نیروهای خوبی تبدیل بشه، اما دوباره به زندگی جرم و جنایت برمیگرده. اون موفق میشه دوتا جنگجوی جدید یعنی کیرا و کوبرا رو جذب کنه. کابال دوباره با موادا روبرو میشه، ولی این بار برنده مبارزه میشه و میتونه سلاح خودشو پس بگیره. کابال، کیرا و کوبرا به آوتورد برمیگردن و منتظر دستورات هاویک میمونن. هاویک نقشه داشت وقتی کابال و افرادش حواس جنگجوی اسرل مپرت کردن، اوناگا رو بکشه و قلب اونو به دست بیاره. این قلب قدرت زنده کردن مرده ها رو داشت، اما همونطور که میدونید این نقشه عملی نشد چون شوجینکو کسیه که اوناگا رو شکست میده. مورتال کمبات آرمگدون. این بازی مربوط به ماموریت دو تا برادر به اسم تیون و دیگانه و برای همین به بقیه شخصیت ها چندان رسیدگی نمیشه، هرچند کابال توی قسمت داستانی ظاهر میشه. بعد از اینکه تیون کیرا رو شکست میده، کابال در مقابل اون قرار میگیره و پیشنهاد میده که تیون به گروه اژدهای سیاه بپیونده. تیون این پیشنهاد رو رد میکنه و برای همین یه مبارزه بین این دو شکل میگیره که در نهایت کابال شکست میخوره. در نهایت توی این بازی نبرد آرمگدون رخ میده که به واسطه اون کابال مثل بقیه شخصیت‌ها کشته میشه. مورتال کمبات 9. توی این نسخه تاریخچه کابال یکم دستخوش تغییر شده. کابال توی مورتال کمبات 9 جرم و جنایت رو کنار گذاشته و حالا به یه پلیس تبدیل شده. اون همراه با استرایکر در حال دفاع کردن در مقابل حمله شاوکان هستن که بالای پشت بوم توسط رپتایل به اونا حمله میشه. اگرچه کابال توسط رپتایل پرت میشه، ولی استرایکر میتونه رپتایل رو شکست بده. بعد از اینکه این دو نفر از ساختمون پایین میان با کینتارا روبرو میشن. کابال سعی میکنه کینتارا رو متوقف کنه، ولی توسط اون آتیش میگیره. استرایکر کینتارا رو شکست میده و به سرعت پیش کابال میره تا کمکش کنه، ولی توسط ارماک به مترو پرت میشه. وقتی استرایکر بعد از شکست دادن ارماک برمیگرده، میبینه که جسد کابال ناپدید شده. وقتی کابال به هوش میاد نمیدونه کجاست. اون با دیدن قیافه خودش شوکه میشه و میگه من تبدیل به یه هیولا شدم. اما کینو خودشو نشون میده و میگه که تو الان توی آوت ورلد هستی و توسط شنگ سونگ این ماسک بهت داده شده. اگه ماسک نباشه نمیتونی نفس بکشی. کابال برای سالها عضو اژدهای سیاه بوده و برای همین با کینو دوسته. کینو به کابال میگه که اون به نیروهای شاوکان اسلحه فروخته
این موضوع باعث عصبی شدن کابال میشه. بین این دو نفر یه مبارزه شکل میگیره که کینو شکست میخوره. کابال از کینو استفاده میکنه تا راه برگشت به ارثرلمو پیدا کنه. وقتی به قصر شاوکان میرسن، کابال کینو رو بیهوش میکنه، اما توسط نوبسایبوت و ملینا مورد حمله قرار میگیره. اون میتونه این دو نفر رو شکست بده و از پورتال فرار کنه. توی ارثرلم سایبر ساب زیرو سر کلش پیدا میشه و به کابال حمله میکنه، اما شکست میخوره. بعد از سایبر ساب زیرو نوبت به شیوا میرسه، ولی اون هم کاری از پیش نمیبره. بعد از شکست دادن شیوا، ریدن و اسموک سر میرسن. ریدن از کابال دعوت میکنه که به گروه اون بپیونده، که البته کابال قبول میکنه. چند مرحله بعد سیندل که توسط کوانچی زنده شده به ارثرلم حمله میکنه و کابال همراه با خیلی دیگه از جنگجوهای ریدن میکشه. اگرچه کابال یه قسمت بعد به عنوان رونن توسط کوانچی زنده میشه. مورتال کمبات ایکس. توی این بازی کابال هنوز یه رونننته. اون همراه با کوانچی، استرایکر و سیندل به ریدن و فیوجین حمله میکنه. شیناک تصمیم داشت معبد جینچه رو تسخیر کنه و برای همین با تمام قوا دست به کار میشه. کابال میتونه ریدن رو زخمی کنه، ولی الدرگاد در نهایت اون رو شکست میده. بعد از اینکه شیناک دوباره توی آمیلت گیر میفته، کابال همراه با بقیه رونننت ها به ندررلم برمیگرده. 25 سال بعد کابال همراه با کوانچی و بقیه افرادش دارن به سمت دورا میرن تا آمیلت شیناک رو به دست بیارن، که توسط جکس و کنچی بهشون حمله میشه. کابال با کنچی مبارزه میکنه، ولی نتیجهش مشخص نمیشه. این در واقع آخرین باریه که ما کابال رو توی مورتال کمبات ایکس میبینیم. این شخصیت توی مورتال کمبات 11 وجود داره و ظاهرا هنوز یه رونننته، اما از اونجایی که این بازی مربوط به تایملاین های مختلف میشه، احتمالش وجود داره که ما ورژن انسان کابال رو هم ملاقات کنیم. نکته جالب اینه که این ورژن کابال هم میتونه یه عضو اجرایی سیاه باشه و هم یه نیروی پلیس. خب بچه‌ها، اینم از تاریخچه کابال. امیدوارم خوشتون اومده باشه. باید اعتراف کنم ویدیو از اونی که فکر میکردم کمتر شد. اگه لذت بردید لایک و سابسکرایب فراموش نشه. همونطور که گفتم دوباره روتین ویدیو گذاشتن من شروع شده، پس منتظر قسمت‌های بعدی هم باشید. در ضمن اگه گروه مربوط به بازی توی تلگرام دارید، لینکشو توی کامنت ها بذارید. روز خوبی داشته باشید و تا ویدیو بعد، خدا نگهدار. You look familiar. Our paths crossed years ago, Cabal. I'd never forget a fight. Fight! Fatality. Cabal wins.